رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران میگه آمار تلفات تصادفهای نوروزی امسال 5% کاهش داشته. اسکندر مومنی به جزئیات و رقم دقیق مرگ شهروندان اشاره‌ای نکرده. پیش از این سایر مقام‌های پلیس هم بدونه اشاره به میزان دقیق کشته شده‌ها در تصادف‌های جاده‌ای گفته بودند که میزان تلفات 10-7% کاهش داشته. با این حال رئیس اورژانس ایران اعلام کرده که تعداد کشته‌های تصادفات در ایران افزایش داشته. آرش سیگارچی گزارشی در همین رابطه تهیه کرده که با هم می‌بینیم. آمارهای نیروی انتظامی نشون میده که این روند نزولی ولو خفیفتر ادامه دارد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران آمار کشته های ناشی از تصادفات روزهای عید را 1080 نفر اعلام کرد. پیش از این اسکندر مومنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران گفته بود در 3 هفته تعطیلات نوروزی میزان مرگ ناشی از تصادفهای جاده‌ای 5% کاهش داشت. این ادعای مقامهای پلیس در حالی است که به گفته آنها تعداد تصادفات و مجروحان افزایش یافته. برخلاف ادعای این مقام پلیس، محمد تقی طالبیان رئیس اورژانس ایران به سایت خبر آنلاین گفته است میزان تلفات تصادف‌های نوروز امسال به نسبت سال گذشته نه تنها کاهش نیافته بلکه به گفته او افزایش محسوسی هم داشته است. رئیس اورژانس ایران از بیان جزئیات بیشتر خودداری کرد. ایران یکی از کشورهایی است که میزان مرگ بر اثر تصادف در آن بالاست. اسفند ماه مقام‌های قوه قضاییه ایران اعلام کردند در 33 سال گذشته 800 هزار نفر در جاده‌های ایران به خاطر تصادف جان خود را از دست دادند. با اینکه مقام‌های پلیس ایران در چند سال اخیر از کاهش میزان تلفات جانی خبر می‌دهند، اما معمولاً به رقم دقیق کشته‌ها و تصادف‌ها اشاره‌ای نمی‌کنند. نیروی انتظامی ایران در سال‌های گذشته سیاست‌های سختگیرانه‌ای برای کاهش تصادف داشته، از جمله افزایش حضور ماموران پلیس و افزایش جریمه تخلفات رانندگی. با این حال تنها در سال 91 حدود 20 هزار نفر در تصادف‌های جاده‌ای جان خود را از دست دادند. رقم مصدومان تصادف‌های جاده‌ای بیش از این است. کامران باقری لنکرانی وزیر سابق بهداشت ایران اسفند ماه اعلام کرد آمار مجروح و بستری شدگان ناشی از حوادث ترافیکی 700 هزار نفر بود که 15% از این موارد دچار معلولیت ماندگار شدند. مقام های پلیس ایران از ابتدای نوروز پیش بینی می‌کردند که با افزایش سفرها میزان تصادفات کاهش بیابد. حال در حالی پلیس می‌گوید تلفات ناشی از تصادف‌ها 5% کاهش داشته که به گفته مقام های گردشگری در ایران میزان سفر در نوروز امسال افزایش چندانی نداشت. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.